تمرین شروع میشه. یک دوره های 6 ماه و 8 ماهه دفاع شخصی رو بیس کار براشون تدارک می‌بینن. من قبل از اینکه ازدواج کنم وارد این کار شدم. برسود این کار سختی های خاص خودشو داره، دوری از خانواده، حجم در واقع کارهای خونه به دوش در واقع همسر خانواده میفته. این کار یه کار واقعا سخت و طاقت فرسایی که همسران همکاران ما به سختی دارن پای پای همکارامون دارن میان تا بتونن این مأموریت در واقع به نحو احسن انجام بشه. همکاری امنیت پرواز قبل از اینکه بیان پرواز بودن 3-4 ساعت قبل از پرواز فرودگاه حضور پیدا میکنن، بخاطر اینکه بدنشون رو به حالت ریکاوری برگردونن. بیس کار با تمرین شروع میشه، ورزش های سبک زیر نظر اساتید تربیت بدنی حفاظت هواپیمایی و ریکاوریشون رو بعد از ورزش انجام میدن. همکارای امنیت پرواز که دو رشته ورزشی رو به صورت حرفه‌ای بلد هستن این آموزش دیدن، منتها برای اینکه کار ما کار تخصصی هستش وقتی تشریف میارن سیستم امنیت پرواز دوره های 6 ماه و 8 ماهه دفاع شخصی رو تدارک میبینن. بعد زیر نظر اساتید مجرب در واقع تربیت بدنی حفاظت هواپیمایی این دوره ها رو بگذرن تا در واقع آمادگی اینو داشته باشن که برای مأموریت پرواز حضور بگیرن. پزشک‌های متخصص ما توی سیستم امنیتی به ما در واقع روال کاری و برنامه خاص رو تدوین میکنن و به ما ارائه میکنن، در خصوص اینکه ما قبل از پرواز به چه شکل تمرین کنیم، مواد غذایی که مصرف میکنیم به چه شکل باشه قبل و بعد از پرواز. ما 6 ماه یک بار یه چکاپ کامل پزشکی داریم که پزشک ما تایید میکنه که این نفر میتونه بره داخل پرواز که این مأموریت رو انجام بده و یا خیر. نفراتی که پرواز دارن میرن باید ورزش های سبک رو انجام بدن، چون پزشک و در واقع مسئول تربیت بدنی که حضور پیدا میکنه توی باشگاه نظارت داره رو کار بچه ها که طبق برنامه پروازشون باید ورزششون ورزش های سبکی باشه که توی پرواز وقتی میرن فرش بشن. برای اینکه در واقع قبل از انجام مأموریتمون یه تداومی تو بحث تیراندازی داشته باشیم، با صدای تیر آشنا بشیم که اگر خدای نکرده مشکلی توی پرواز پیش اومد بتونیم بهترین عملکرد رو در واقع توی پرواز داشته باشیم. ما تمام کارهامون رو توی سالن توی زیر نظر اساتید در واقع مجرب این سالن انجام میدیم. هر آنچه که از ما بخوان برابر با نیاز مجموعهمون توی در واقع صنعت هوانوردی ازشون استفاده میکنیم. نیاز رو اونا به ما میگن که شما الان موظفی که چند تیر بزنی، فردا چند تیر، تداوم بعدی چند تیر و و امثال هم. 6-12 تیر رو قبل از پرواز ما موظفیم که تیراندازی کنیم تا به اون حالت فرش و آمادگی برسیم تا قبل از مأموریت. ما تو سیستم آموزشمون به صورت در واقع کامپیوتری همه چی طراحی شده که هر نفر یه پرونده مجزا داره برای اینکه تیراندازی هاشون مرحله به مرحله ثبت بشه که اگر سیر نزولی داشته باشه باید با تمرین های بیشتر برسونن به اونجایی که نیاز هستش، و اگر سیر صعودی داشته باشه تو یک نگاه میشه متوجه شد که این نفر از کجا اومده به کجا رسیده و پروندهش مکتوب مشخص هستش که تو رزومه کاریش در واقع استفاده میکنن تو سیستم. توی سپاه حفاظت هواپیمایی تا الان 31 شهید برای دفاع مقدس تقدیم شده و 23 شهید سوانه هوایی و 650 جانباز داشتیم که واجب میدونیم برای خودمون که قبل از انجام مأموریتمون اسانت بگیریم از شهدامون، بیاییم اینجا به لحاظ معنوی خودمون رو آماده کنیم برای انجام مأموریتمون. که میشیم منتظر میشیم تا در واقع کوره پروازی حضور پیدا کنه توی پرواز، خلبان پرواز، مهماندارهای پرواز حضور پیدا میکنن و سیکل کاری در واقع هواپیما انجام میشه تا در واقع حضور مسافر به هواپیما.
درون پرواز هر کس وظایف خودش مشخص شده است، هر کس به نوبه خودش کار خودش رو روتین انجام میده. ما در واقع موازی کاری با هم نداریم، هر کس موظفه که کار خودش رو توی پرواز در واقع انجام بده. هر مسئله‌ای که در واقع به مخل امنیت پرواز باشه ما ورود پیدا میکنیم. هر آنچه که باعث بشه که امنیت پرواز، ایمنی مسافرا و خدمت رو که عرض کنم، هر آنچه که باعث سلب آسایش مسافرا باشه ما ورود پیدا میکنیم. مدت ها قبل توی یکی از پروازهای من مسافری در واقع حالش خراب شد، خدمه پرواز به شدت پیگیر وضعیت ایشون بودن، هر چقدر که تلاش کردن متاسفانه جواب نداد، ایشون توی پرواز در واقع از دنیا رفتن. یکی از تلخترین خاطرات منه. شهدای مدافع حرمی که به هر صورت از تهران ما اعزام کردیم برای شهرستان ها توی پروازمون بودن و وجودشون توی پرواز حال و هوای خاصی به همه ما مسافرهایی که دیدن کوری پرواز و ما واقعا یه حال و هوای خاصی بهمون داده. چیز خاصی ما نداریم در واقع توی این کیفمون، یه کتابچه مربوط به در واقع کارمون هستش، یه سجاده برای نماز و وسایل شخصیمون. با توجه به حجم پروازهایی که وجود داره افرادمون تقریبا بیشتر روزهای ماه رو در حال مأموریت هستن و با حداقل استراحتی که دارن انجام وظیفه میکنن و افرادی هم که توی پایین در واقع انجام مأموریت دارن میکنن در راستای همون مأموریت امنیت پروازمون به شدت مشغول هستن، به لحاظ کاری و وقتی یه مقدار به لحاظ استراحتی وقت محدودی دارن. همه مسافرها از دید ما یکی، یعنی فرقی با هم نمی کنن. خب ولی بعضی ها شاخص هستن، بر صورت چهره های ورزشی، بازیگرای در واقع تلویزیون، خب بر صورت با توجه به شناختی که مردم نسبت بهشون دارن برخوردشون برخورد در واقع صمیمی تریه، ولی برای ما هیچ فرقی نمی کنه. در اصل همه مسافرها برای ما به یک اندازه و یک میزان ارزشمند هستن. بهترین اتفاقی که برای من توی پرواز افتاده، مدت ها قبل یک نوزایی تو پرواز ما متولد شد که توی حین پرواز در واقع متولد شد و بعد خدا رو صد هزار مرتبه شد که هم مادر هم فرزند حالشون خوب بود و این یکی از بهترین در واقع اتفاقاتی بود که تو پرواز من افتاد.